سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز. از یک روز سرد و یه جای سبز میخوام که این برنامه رو به شما تقدیم بکنم. یک قسمت دیگه راجع به رهبری پرستش میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. تا اینجا ما راجع به این صحبت کردیم که رهبری پرستش روی یک سپایه استواره. اگر یادتون باشه گفتیم که کلام خدا، موسیقی، نبوت، و بعد توی قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که سرودهای ما چی هست، داخل سرودهای ما چه خبره، چه اتفاقاتی داره اونجا میفته، و اگر یادتون باشه توی ویدیوهای قبلی ما راجع به این صحبت کردیم که پیغام پرستشی باید آماده کنیم. پرستش ما باید یک هدف داشته باشه و بر اساس اون هدفمون هستش که ما چیکار میکنیم، پرستشمون رو آماده میکنیم. من امروز میخوام راجع به این با شما صحبت کنم که چطور ما سرودهای خودمون رو انتخاب میکنیم. خب من اول میخوام یک جمله بخونم که این جمله بسیار بسیار مهم است، و اتفاقا میخوام به شما تاکید بکنم که این جمله رو یه جای بنویسید و بهش فکر بکنید. این جمله این هست: سرود خواندن هدف پرستش نیست. سرود خواندن هدف پرستش نیست، سرود وسیله‌ایه برای پرستش خدا. پس ما هدفمون این نیستش که بیایم توی جلسه پرستشی سرود بخونیم. اگر این باشه ما قبل از جلسه یا مثلا تو اون زمانی که داریم پرستش خودمون رو آماده میکنیم، به تنها چیزی که فکر میکنیم اینه که خب من چه سرودی باید بخونم، چه سرودی باید انتخاب بخونم، امروز قراره چه سرودهایی خونده بشه. خب پس این هدف ما نیست که به این فکر بکنیم که امروز قراره چه سرودهایی خوانده بشه. ما هدفم اینه که قرار خدا رو بپرستیم. برای پرستش خدا به چی نیاز داریم؟ به یه هدف. امروز کجا میخوایم بریم؟ امروز قرار قوم خدا رو کجا ببریم؟ بعد که هدف داریم چی نیاز داریم؟ نیاز به این داریم که یک پیغام در مسیر هدفمون آماده بکنیم، و بعد سرودهامون رو قرار بر اساس پیغاممون، بر اساس هدفمون انتخاب کنیم. من نمیدونم تا حالا بعضی وقتا این اتفاق برای شما افتاده یا نه که توی جلسه پرستشی شرکت میکنید، بعد میبینید که مثلا یه سرود راجع به قیام عیسی مسیح، یه سرود میگه مثلا با هم گردایم همه ایمان داره، یه سرود دیگه داره میگه جلال بر نام است، یه سرود دیگه داره راجع به اشعار ربانی صحبت میکنه. این وسط مثلا بعضی وقتا سرودهای کریسمس هم میخونید. خب ما داریم ملغمه ای از یک مجموعه ای از یک سرود رو میخونیم که مردم نمیفهمن اصلا اینا چرا داره خونده میشه. خودمان بعضی وقتا نمیدونیم که چرا داریم اینا رو میخونیم، چون هدف نداریم. خب پس اولین چیزی که هست اینه که سرودهای ما باید بر اساس هدف ما، بر اساس اون جایی که ما میخوایم بریم باشه. بعد بعضی وقتا این سوال پیش میاد، خب من با سرود تند شروع کنم بهتره، با سرود آروم شروع کنم بهتره؟ شما میخوای با تند شروع کن یا میخوای با آروم شروع کن؟ مهم اینه که خودت بدونی که میخوای کجا بری، بدونی چه هدفی داری، بدونی اصلا چرا این سرود انتخاب کردی. من یه چیزی میخوام به شما بگم، بهترین راه برای این که بدونی سرودی که انتخاب کردی درسته یا نه اینه که اگر یه نفر از شما سوال کنه که این سرود برای چی توی این رهبری پرستش شما هست، حداقل بتونی 3 تا دلیل بهش بدی از تو خود سرود. خب 3 تا دلیل بهش بدی که این سرود مرتبط هستش با پیغام تو، مرتبط هستش با هدف پرستش تو، و تو به این دلایل، به این خاطر تو این سرود رو انتخاب کردی. اوکی؟ پس مهم نیست که اول تون میخونیم بعد آروم میخونیم، همشو تون میخونیم همشو آروم میخونیم. این بستگی داره به اینکه تو کجا میخوای بری. حالا من میخوام بگم دوباره، میخوام راجع به 6 نکته صحبت بکنم با شما که انتخاب سرودهای ما چطور باید بشه. اول همون که گفتم، باید در راستای هدف پرستش باشه. دوم، چند سرود اول در راستای جا انداختن پیغام شما باید باشه. مثلا 2 سرود اول رو حتما تو باید یک ارتباطی باید داشته باشه این سرودهایی که انتخاب میکنی با چی؟ با پیغامت. برای اینکه تو پیغام دادی به مردم که اون پیغام رو چیکار کنی؟ ببری جلو، و به اون دلیل پیغام تو میخوای چیکار بکنی؟ میخوای مردم رو پرستش خدا بکشونی. مثلا اگر پیغام تو راجع به محبته، سعی کن 2 سرود اول رو، خب خیلی هم طولانی نه، ولی 2 سرود اول راجع به محبت خدا باشه. مثلا اگر پیغام تو راجع به صلیبه، سعی کن 2 سرود اولت رو راجع به صلیب عیسی مسیح انتخاب بکنی. اگر پیغام تو راجع به پدره، خب سعی کن 2 سرود اولت رو راجع به پدر باشه. اگر 2 سرود اولت تو میدونی، بعد بدونی پیغام چیه و بر اساس پیغام 2 سرود اول پیغام تو رو جا میندازه، بیشتر باز میکنه، مردم رو با پیغامت
مواجه میکنه. نکته سوم اینه که بعد از اینکه سرودهای پرستشی پیغام تو رو جا انداخت، حالا پرستش رو ببر توی سرود، یعنی سرودهات رو ببر به سرود، به سمت سرودهای ستایشی تر و پرستشی تر. یعنی تو الان یک دلیلی به مردم دادی با سرودات که مردم خدا رو بپرستن، درسته؟ حالا فرصت خوبیه که مردم خدا رو بپرستن، حالا فرصت خوبیه که افکار و احساساتشون رو به سمت خدا بلند بکنن. پس این نکته چی بود؟ نکته سوم. نکته چهارم که خیلی مهمه اینه که بعد از اینکه شما داری سرودها یا در میان این سرودهای ستایشی و پرستشی، شما یک فرصتی رو برای پرستش آزاد برای مردم مهیا کن و برای اینکه بذار روح القدس اونجا کار بکنه، خب بذار این نهر اونجا حرکت بکنه، مردم با پیغام تو مواجه شدن، یه شناخت گرفتن، به خاطر اون شناخت دارن خدا رو پرستش میکنن. حالا یه فرصت اونجا مهیا کن که مردم این چیزو به حضور خدا بلند بکنن. اونجا زمانیه که سرودهای تازه میاد، اونجا زمانیه که فرصت پرستیدن، بعضی وقتا تو بعضی از کلیساها نمیشه اینا همه جا انجام داد، ولی تو بعضی از کلیساها فرصتی برای اینه که مردم خدا رو بپرستن، فرصتیه برای اینکه همه همصدا صدای خودشون رو به حضور خدا بلند کنن. و همینطور که گفتم سرودهای تازه بیاد، اجازه بده روح خدا به شما سرودهای تازه بده اونجا و جمع حرکت بکنه. پس اینجا ما یه مقدار باز میزنیم. قسمت پنجم که من همیشه باهاش مشکل دارم قسمت هدایاست. میدونید هدایا انگار ما تا یه جایی میایم پرستش تموم میشه و همه میگیم لطفا بفرمایید بشینید، همه میشینن سر جاشون، بعد میگیم حالا هدایای خودمونه با یه سرود شاد جمع میکنیم. اصلا اینجوری نیست. پرستش هدایای قسمتی از پرستش، به نظر من یکی از قسمت‌های مهم پرستش. این اتفاقا خیلی مهمه که ما بدونیم که باید فکر کنیم به قسمت هدایا، به سرود قسمت هدایا، خب به اینکه اصلا چطور این سرود قسمت هدایا و تشویق مردم به دادن هدایا ربط پیدا بکنه با موضوع پرستش شما. این اتفاقا موضوع مهمیه. پس نیاییم با یه سرود تا اینجا بگیم خب تا اینجا این سرودای ما بود دیگه تموم شد ما کار نداریم، حالا اون وسط مسئله یه سرود الکی بلکی هم پیدا کنیم که مردم به خاطر چی بکنن؟ هدایا بدن. واسه همین همیشه هدایا میشه یه قسمت فرعی، یه کاری که ممکنه باشه یا ممکنه نباشه، ولی من و شما هستیم به عنوان رهبران پرستش که اتفاقا هدایا رو یه قسمت اصلی میذاریم. ششم، اگر فرصت دارین تو آخر پرستش، این نکته مهمیه، اگر فرصت دارین تو آخر پرستش تو یکی دو جمله دوباره پیغامتون رو بگید، نه اینکه دوباره از اول شروع کنید به پیغام گفتن، سعی کنید یک یا دو جمله کلیدی پیدا بکنید که این یک دو جمله کلیدی رو آخر پرستشتون یک بار دیگه به اون مردم اعلام بکنید. هدف پرستشتون رو یک بار دیگه اعلام بکنید تا مردم اون چیزی رو که شما میخواید در دل اونها جا بندازید، اون حقیقتی رو که میخواید در قلب اونها تو این پرستش جا بیفته و با خودشون خونه ببرن، نه یه احساساتی رو ببرن خونه فقط، که خیلی خوبه، باز من میگم من مشکل با احساسات ندارم، ولی اون حقیقت رو هم از شما بگیرن و با خودشون خونه ببرن. پس اینا این 6 تا نکته بودش که مهم بود ما توی انتخاب سرودها بهشون فکر کنیم. قوت خدا با شما باشه، ما باید فکر کنیم و من میخوام شما رو تشویق کنم یه قدم جلوتر، یه قدم جلوتر. قوت خدا با شما. تا درس بعدی، شما رو به دست خدا میسپارم.